سلام، امروز اومدیم با توتونه سولانی ایجد برلی فلیک که از اسمش معلومه برشش فلیکه، از این حالتهای آدامسی پهن داره. حالتها آدامس هم الان دیگه شکلاشون فرق کرده ولی توتونیه که کلن مثل این که همش برلیه و تجربه جالبیه برای اینکه با برلی خالص بیشتر آشناشیم. ولی وقتی در تین یا قوطی رو باز میکنیم بوی رب میده، خیلی بوی رب میده و بوی رب و گوجه و این حرفا رو معمولا نمیدونم، من فهم کم بوی رب و گوجه و اینا مال ویرجینیا باشه. البته ویرجینیا بوی سس میده، بوی کچاپ میده، بوی رب و شکر و فلان و اینا دقیقا بوی کچاپ میده، ولی این فقط بوی رب میده. بعد یه ذره‌م اون تهمه ها به خصوص وقتی باز میکنیم برای هوادهی مزه بوی لاتکس میده. لاتکس مثلا بادکنک رو دیدیم، بادکنک هایی که با دهن باد میکنیم، بویی که از توی اون میاد بوی لاتکسه و یه مقدارم بوی لاتکس میده، خیلی کم، بیشتر بوی رب میده. و بریم ببینیم برلی چیه. چیزی که راجع به برلی شنیدم اینه که کلن مزه ها شکلاتی و کاکائویی و این حرف هاست، مزه آجیل تور مثلا میده، ولی بوش که تا اینجا حداقل این نبود. حالا بریم جلوتر ببینیم خودش چطوریه. وقتی که درشو باز میکنیم بعد از شنیدن این صدای زیبا میرسیم به یه بسته کاغذی که قشنگ اینجوری بخچه پیچ کردم فلیکا رو توش، و اینو که باز میکنیم میبینیم که یه سری فلیک های پهن هستش که دوتاشون کنار هم جا نمیشه و یه ردیفش صافه، یه ردیفش یه تای ریز خورده. مثلا را این که تای ریز خورده رو در میارم مشخص میشه که اینم همون سایزه ولی تا شده است. حالا دو تیکه خوردش میکنیم و میذاریم واسه هوادهی. قبل از اینکه شروع کنیم یه تشکر ویژه کنیم از اسپانسر این ویدیو که توتون‌های مختلفی رو فرستادن، توتون‌های زیادی از جمله همین سولانی ایج بیلی فلیک، رابرت مک‌کانل رد ویرجینیا، فرایبورگ انتریر کات ویرجینیا پلاگ، کانسوم جنتلمن اشتون، سولانی ویرجینیا فلیک با پریک، رابرت مک‌کانل اسکاتیش فلیک، چاکوم شماره 4، رابرت مک‌کانل اولد لندن و رتری رد رپری. به جز اینا دوتام پیور داریم از رابرت مک‌کانل که بسته شبیه اون پیور لاتاکیه یه که با هم دیدیم، یکیش پیور پریکه و یکیش پیور کنتاکیه که اینم باید تجربه جالبی باشه، و دو بسته دیگه پیور ویرجینیا برای ترکیب ساختن تو ویدیوهای آینده. خیلی خیلی ممنونم ازشون. شماره تلفنشون یا اینکه موجودی چی دارن، قیمتاشون چطوریه رو میتونین تو کانال تلگرامشون ببینین. لینک کانال تلگرامشون هست زیر ویدیو، روش بزنین، اونجا قیمتا هست، موجودی ها هست و یه تماس بگیرین. هم موجودیشون خیلی خوبه، جوری جنسشون خیلی خوبه و توتونایی که سخت پیدا میشه یه سری جاها خیلی راحت میتونین سفارش بدین و با پستم براتون میفرستن. قیمتاشون هم مناسبه واقعا، یعنی اون شکلی نیستش که چون یه چیزیه که کم گیر میاد خیلی گرون باشه و این حرفا. خیلی منصف هستم و خوشحالم که باهاشون دارم همکاری میکنم. بریم سراغ سولانی. بریم سراغ سولانی ایجد برلی فلیک. ایجد خیلی وقتا تو تلفظ ایج بهش میگن ولی چه کم ایجده، یعنی با ایج فرق داره یه مقدار. ایج میشه لبه مثلا ولی این میشه عمردار شده یا عمری ازش گذشته. بریم تو سایت توباکو ریویوز ببینیم چی میگه. نوت: بلندر آر ال ویل
اسم بلندرشه، میبینی؟ بلندد بای آر ال ویل، برند سولانی و کارخونه هم که تولید میکنه کلهاس ان کوپه، اگه اشتباه نکنم، که آلمانی هم باید باشه. بله تو آلمان تولید میشه و اینا. اینجا نوشته که آر ال ویل اینو با روش خاصی برشتش کرده برای اینکه بوی طبیعی شیرینیشو بکشه بیرون. هیچ شکری بهش اضافه نشده و از سال 2022 لیکورایز ایز مین فلیورینگ. لیکورایز میشه چیزی که سرچ کردم میشه شیرین بیان، اگه اشتباه نکنم. بعد مثل اینکه بهش شیرین بیان اضافه شده، من بوی شیرین بیانی از این نمیگیرم و یه مقدار کمی هم بوی شکلات بهش اضافه شده و کلا میگه که توش توی قوتیش فقط برلی سفید استفاده شده. بعد اینجا نوشته بلند تایپ برلی بیس، محتوا فقط برلی، عطرش یا کیسینگش کاکائو، شکلات و همون شیرین بیان. برش فلیک، قوطیاش 50 گرمیه، ساخت آلمان و هنوز الان در حال تولید هستش. مقدار سختیشو میگه که مدیومه، طعم خاصی نداره، روم نوتش قابل تحمل، لذت بخش تا قابل تحمله و طعمش، مزهش تقریبا مزه مدیوم و روبه کاملیه، مزه قوی داره. 267 ریویو داشته که 163 نفر بهش 4 ستاره دادن، 67 نفر 3 ستاره، 21 نفر 2 ستاره، 16 نفر 1 ستاره، یعنی اکثریت پسندیدن و براشون جذاب بوده. بریم روشن کنیم تا بعد بیایم یکی دو تا این ریویو ها رو ببینیم. ریویو هم جالبه، مثلا این نوشته من چند ماه دارم میکشمش و میشه کشید، میخوام ادامه هم بدم، یعنی خطی فقط داره اینو میکشه و راضیه. بعد میگه فلیکاش خیلی بزرگ نیست و خیلی راحت راب میشه، میتونیم با دست خوردش کنیم، خورد که نه، همون پرپرش کنیم. یه رطوبتش خیلی زیاد نیست و راحت میشه هوادهی کرد. توتونا خنک میسوزه، خشک و آروم میسوزه و کلن یه اسمو که خونکی میده بهش. و میگه مثل برلی های ارزونتر این زبونو نمیگزه وقتی میرسیم به آخر کاسه. چیزاییه که این نوشته و به نظرم جالب ترینش بود، یه باقی ذره شعر و شعاره، ولی خب جالبه اینا رو بخونیم، یه درک کلی ازش به دست میاد. بیاین تو سایت روب توباکو ریویوز و میزنین سولانی، همون سولانی رو تو برند بزنید، میتونید بریم تو سولانی و انتخاب کنید. خیلی زیاد چیز نداره، مثلا مدل پیترسون خیلی زیاد توتونای مختلف داشته باشه. بریم واسه چارلایت این هم داشته باشیم و فندک زیبامون. برای چارلایت که اصلا مزه شبیه بویه تین نبود، بویی که توی قوطی بو میکنیم اصلا مزه شبیه اون نبود، بیشتر همون مزه خیلی خیلی کم شکلات و آجیدی طوری که از برلی میگفتن اومد. واقعا حالا بریم ببینیم چه خبر هست. مزه شو بخوام بگم، یه ذره مزهش هم شبیه پیور ویرجینیا هستش، یعنی طعمی که میگیری یه شیرینی ویرجینیا رو آدم توش حس میکنه، با اینکه ظاهرا توش ویرجینیایی نیست. البته شاید اون شیرینی که مد نظر منه که میگم مزه همون شیرینی رو میده، مزه کرم شیرینی دانمارکی میده، شاید اون فقط منحصر به فرد برای ویرجینیا نباشه، یا اون برلی هم همین شیرینی رو داره دیگه. طعمایی که میده یه هوا بوی یه گلی میده، نمیدونم چه گلی. حالا چیزی که من میگیرم خیلی شبیه پیور ویرجینیاست، البته خود اون نیست و خیلی شبیه نیست نسبت به چیزهای قبلی که تجربه کردیم با هم. یه چیز بین پیور ویرجینیا
گلن پایپر و آره یه چیز شبیه پیور ویرجینیا و گلن پایپر مثلا، یه مزه کاربونی اینطورا میگفتم میده. فکر میکنم ریجنز فلیک هم اینو داشت، این مزه رو، که یه جوهر اسمش هم یکی از دوستا زحمت کشید نوشت واسم یادم رفت. بوی اون هم توش هست به علاوه بوی همون شیرینی دانمارکی طوره. یکم هم مزه آجیل میده. آجیلم دیدین آجیل مخلوطه و بو میکنیم یه بوی چوب طور خاصی میده، دقیقاً اون بو هم هستش. وقتی پک عمیق و غلیظ میزنیم بیشتر بوی اون کاربن و فلان و اینا میاد و بوی شبیه ویرجینیا میشه. وقتی پک خیلی کوچیک میزنیم یه میکسی از ویرجینیا و بوی آجیله. مزه شکلات و کاکائو رو خیلی خیلی اون طعمه ها میگیرم، یعنی انقدر کمه که شک دارم توهمه یه واقعیه، چون توهم میگم به خاطر اینکه میخونیم دیگه، بعد خوندیم همیشه شنیدیم برلی بوی شکلات و کاکائو میده، ولی خیلی کمه. البته من خیلی با برلی آشنا نیستم، شاید یه ذره به یه ذره بهتر باش آشنا شم. حالا این پیور کنتاکی، کنتاکی در واقع یه نوع برلیه. سر پیور کنتاکی با این خانواده بیشتر آشنا میشم احتمالا و دقیق تر میتونم بگم چه خبره دیگه، اون تکلیف رو روشن میکنه. مطمئنیم که 100% خالص فقط کنتاکیه، هیچ چیزی بهش اضافه نشده، کیسینگ نداره کلن. دودی که از دماغ میدیم بیرون الان تقریبا یک سوم بالای کاسه دیگه تموم شده، آخره یک سوم بالاییه و دودی که از دماغ میدیم بیرون یه مقدار سوزشش رو از 5 مثلا میشه بهش نمره داد 2، یه 1.5-2 اینطورا، همون 1.5 منطقی تره. دودش خیلی غلیظ باشه میزنه تا 2، ولی همجوری دوده کمش رو 1.5 اینطورا از 5 و خیلی سوزش کمی داره. بعد چیزی که به شدت و به وضوح قابل مشاهده است نیکوتینشه، که نیکوتین هیت نمیکنه ولی نیکوتین داره قشنگ، بمبی از نیکوتین واسه خودش و خیلی کله پر کنه از این نظر. یه ذرم سری کشیدم و قشنگ نیکوتینه رو گرفتم کامل، یعنی الان تقریبا وارد یک سوم میانی شدیم و من نیکوتینم رو کامل گرفتم، یعنی به عنوان یه پیپ. چیزی که پیپ میخوب صدا هم فکر کنم عوض شد چیزی که از پیپ نیکوتینی که آدم میخواد و میگیره، واسه همین به نظرم چیزیه که باید آرومترم کشید. من یه ذره به خاطر ویدیو سریعتر میکشم و حالا بخشی که میکشم رو حذف میکنم و شما نمیبینین اون زمانی که میگذره رو، یعنی ویدیویی که شما میبینین مثلا معمولا ضبطش یه ساعت یه ساعت و ربع طول میکشه، ولی ویدیو حدود نیم ساعت مثلا 40 دقیقه است و این مایه هاست. حالا مثلا یه ساعت و ربع شاید یه ربعش صحبت کردن و این حرف هاست، یه ساعتش هم میشه اسموک پیپمون، ولی خب کوتاش میکنم واسه همین توضیح میدم که الان سری کشیدم خیلی. ببین بعد چهار لای چهار تو چند تا چیز اول آدم یه ذره گیج میزنه، بعد دیگه متوجه میشی با چی طرفی، تا اینجاش هم با همونا طرفی، با همون شدت، با همون چیز، چرخشی حس نمی کنی، یعنی یه سری بوهایی که میگیری همونا داره میره جلو. بعد میدونی چه شکلی بوهاش داره چیز میکنه، معمولا مثلا میبینیم خیلی نه معمولا خیلی وقتا این بو میره اون بو غالب میشه، این همون بوهاست که داره یه مسیری رو میره و انگار با هم داره رشد میکنه. الان مزه آجیلیش خیلی بیشتر از اولش شده وسط کاسه ایم، ولی از اون طرف اون مزه هایی که اولش بود کم نشده، غیب نشده یه چیز دیگه جاش بیاد، اونا با همون قدرت هستن، فقط مزه آجیلیش داره تقویت میشه. هی بچه راجب چت جی پی تی میخواستم صحبت کنم، اما زمان این ویدیو خودش خیلی بلند شده و
زیادی طولانی میشه. یه ویدیوی جداگونه راجع به چت جی پی تی میخوام خیلی خودمونی و راحت صحبت کنم که اصلا چه اتفاقی داره میفته. بحث راجع به تکنولوژی نیست، بحث راجع به زندگیمونه که چه دوست ارزشمندی بهمون اضافه شده. یعنی اصلا نمیخوام بگم این تکنولوژیش اونه، اینجوری نصب کن، اینجوری فلان کن، اونو یه ویدیو ساختم تو اون کانال گفتم، ولی میخوام از یه دید دیگه بهش نگاه کنم و براتون تعریف کنم که تو زندگی من چه حرکتی کرد، چقدر جواب بود. چت جی پی تی چیز جدیدی نیست دیگه، یه سال و نیمی میشه داریم با این سر و کله میزنیم. یا جمنای اومده اون بر بینگه، اون بر خیلی چیزا هستن که کارهای مختلفی هم میکنن. اما توی این موضوعی که مد نظر منه با اختلاف خیلی خیلی زیاد فقط چت جی پی تیه که میتونه اضافه شه به زندگیمون فعلا. حالا اون یکی ها برای یه سری کارا از جالبه، بیشتر مثل اینه که داریم با نسخه آزمایشی یه چیزی کار میکنیم. ولی چت جی پی تی دقیقا حالتیه که میتونه یه عضو ارزشمند خانواده اون باشه، یا مثل دوست ارزشمند، یا حتی مثل والدین باشه واسمون. خیلی چیز جالبی، حالا جدا تو یه ویدیو مفصل راجع به صحبت میکنم. وارد یک سوم پایانی ماجرا شدیم و همچنان همون بوهاست، همون داستانه و من بوی شکلات رو ازش نمیگیرم واقعا. حالا شاید یه لیوان از این کافی میکسا خوردم، شاید مثلا نباید اونو میخوردم که مزه اینو چیز کنه. واقعا چای بهترین چیزه برای این که مزه دهن عوض کنه و ریست کنه. قهوه خودش یه جورایی، البته قهوه هم خوبه ها، ولی مثلا شاید باید یه اسپرسو میخوردم چون این خیلی شیرین بود این چیزی که خوردم. شاید اونه که نمیذاره، شاید هم واقعا نداره. حالا راجع به همه این توتونا یه تجربه بلند مدت ترم ویدیو خواهیم ساخت، صحبت میکنیم راجع بهشون. شاید بعدها اینم قصتش عوض شه و بتونم ازش مزه شکلاتو بگیرم، ولی تا اینجا نه، مزه شکلات خیلی خیلی گمه و انقدر گمه که واقعا فکر میکنم شاید چون خوندم و شنیدم راجبش دارم به خودم تلقین میکنم که همچین بویو بگیرم، انقدر کمه و نیست. روی جعبش هم، روی قوتیش هم چیز خاصی ننوشته که مثلا به یه اینجوریه اونجوریه. این هرچی هم که روش صحبت میکنیم از همین توباکو ریویوزه، یعنی اینجا نه روش نوشته که مثلا چند درصد چیه یا حتی بلند شده با چیه. یه چیزی اون بو کاربونی که میگم در واقع تهبوی شیرین بیانه دیگه. اصلا حواسم به این نبود، الان با اینکه خوندم باز دنبال بوی کاربون میگشتم، ولی بوی کاربون نیست، ته بوی شیرین بیانه. بوی شیرین بیانو حس میشه کرد ازش. الان یه یادم افتاد، چه جالب، قشنگ بازی با ذهن و خاطرات و حس بویایی و چشایی، همه اینا با هم قاطیه واقعا. سفر تو دنیای توتونا خیلی جالبه، خیلی جالبه. مثلا الان یهو برق از سرم پرید، این بوی این میتونه باشه، یه تهبویی از شیرین بیان هم داره توش. آره جالب شد. شیرین بیان همینجوری بوش خیلی تند و زیاده و تو ذهن من اصلا اون بوی زیاد شیرین بیان بود که شیرین بیان میشد، ولی الان میبینم که آره دیگه، بوی اونو ضعیفش کنی میشه این مزه شیرینی آجیل، یه کوچولو مزه این کرم شیرینی دامارکی و مزه یه کم هم همین شیرین بیان، و در مجموع ترکیب خوش عطریه، حتی بوی یه عطر مردونه خاصی هم میده، ولی نه اونجوری که اذیت کنه، چون عطر باشه
مثلا دستت عطری باشه و باش چیز کنی بوش اذیت میکنه، بویی نیست که به درد اسموک بخوره. هر عطری، هیچ عطری فکر کنم به درد اسموک نخوره، ولی یه بوی خوب مردونه یه چیز داره، خیلی بوش جالبه. تقریبا آخراشو خیلی بیشتر دوست داشتم تا اولاش. البته اولاش یه ذره گیجم بودم که اصلا باید دنبال چی بگردم چجوریه، ولی آخراش خیلی داره جذابترم میشه. الان تست کردم، دود کم و دود زیاد که میگیری خیلی فرق داره، یعنی اون کیفیت بالای خوش عطر لذت بخشش با دود کمه، با دود زیاد نه، واقعا تیز میشه مزهش و هست دا، ولی خیلی چیز نیست، مزهش تیزه، ولی با دود کم قشنگ خیلی به نظرم لذت بخشتر آخرش، برعکس بقیه توتونا که با آخرش میرسه همه طعمش تیز میشه. اینو باید داغش کنی که اونجوری تیز شه، ولی خنک‌تر که اسموک میکنی قشنگ عطر لذت بخشی داره. بعد توتونی هم هست که خنکه، یعنی داغش هم میکنی باز سری خنک میشه ولش کنی، ولی روشن میمونه. سوزش زبانی هم حسن، البته سوزش زبانی من یه ذره دیر حس میکنم، یعنی پیپو که میکشم مثلا 6 ساعت بعدش شاید کم کم متوجه سوزش زبان بشم، ولی یا گزش زبان بگیم یا سوزش فرق نمیکنه. واسه هم موقع اسموک به خصوص اولین بار چیزی حس نمیکنم، ولی طرف میگفتش سوزش زبان نداره آخرش، حالا نمیدونم. این در همه حدود میگیری ازش خیلی بوش جذابه. فکر میکنم فن برلی بشم. هم نیکوتینش خیلی سری کله رو پر میکنه و مزهشم که قشنگ خوبه. فقط من حیرونه اون موندم که اون بویی که از تو تیم میاد چطوری میتونه ربط داشته باشه به این بوها. قطعا یه ربطی یه جایی داره که مثلا توی تیم بوی رب غلیظ میده، ولی خودش اصلا ربطی به رب نداره، ولی قشنگ میشه بهش گفتش بمب نیکوتین. نیکوتینش خیلی خوبه، خیلی خوبه. نیکوتینش خوب کارو جمع میکنه. دقیقا از اون توتوناییه که آدم بره روش عادت کنه دیگه 100 سال سیگار به آدم جواب نمیده. یعنی نیکوتینی ازش میگیری که تو سیگار نیست، اصلا نیست. میگن توی یه سری سیگارها برلی استفاده میشه، توی ماربوروهای قدیمی، ماربورو قرمزای قدیمی، حالا نمیدونم الان هست یا نه، ولی اینو شنیدم از یه دوستی. بعد از افراد دیگه هم خیلی شنیدم که کسایی که سیگار رو ترک میکنن برلی و کنتاکی براشون خیلی توتوناییه که چون نیکوتینش خیلی بالاست، بمب نیکوتینن، اینا خیلی جواب میده برای کسایی که سیگار رو ترک کردن و اومدن تو دنیای پیپ و میخوان نیکوتین اساسی ازش بگیرن. نمیدونم، شاید اوایل که سیگار گذاشته بودم کنار، اون اولش که نمیتونستم نیکوتین از پیپ بگیرم، شاید اون موقع با برلی میشد گرفت. نیکوتینی که داره یه جوری زیاده که قشنگ سیره، سیر میکنه آدمو. و مثلا من وسط های این پیپ سیر بودم و از اون نظر اصلا توتونی نیستش آدم بخواد سری بکشه جمعش کار بره. یعنی برای اینکه یهو یه نیکوتین بگیریم شاید بعد نصف مقداری که نصف اندازه کاسه توتونو پر کنیم و با همون نصف کاسه کار جمع میشه، کامل کار جمع میشه. و اگه بخویم یه کاسه کامل بکشیم باید یه وقتی بهش بدیم. خیلی راحت نیست یه ضرب کشیدنش. بوش هرچی میره پایین تر دوست داشتنی تر میشه رو دوده کم. مثل یه آدمی که
یهو شروع میکنی برای اولین بار باش معاشرت میکنی و میبینی بعد یه ساعت انگار مثلا چند ساله اینو میشناسی، واقعا همچین حسی رو داره منتقل میکنه. اینو رو توتونای دیگه شاید انقدر نداشتم، مثلا روی کاپتان ال استیمیولس پکیج توتونی بود که هیجان انگیز بود، حال میداد، جالب بود، مثل یه آدم باحالیه که از همون اول میبینیش باش حال میکنی. بعد یا اون یکی راینر گولد، راینر گلدم دقیقا چیزیه که سراسر هیجان از شکل فلیکش، بوش، مزش، کلا مثل یه آدم باحالیه که باش چیز میکنی. ولی این مثل یه آدمیه که یه هوا تودارتره و یه آدم جدی رو تصور کن که بعد اینکه نشستی باشه ذره چایی خوردی معاشرت میکنی اینا، یهو پرده ها میره کنار و اون روی خوشش رو بهت نشون میده. یه همچین حسی دارم از این میگیرم، شبیه اون تیپ آدم هاست که یه دفعه میبینی من چقدر اشتراکات دارم با این، حالا نه اشتراکات که با توتون نداریم، ولی خیلی حس آشنایی چیز میده. شاید هم به خاطر این باشه که تو سیگارها از برلی استفاده میشه و شاید واقعا اینو عقب میشناختم، این شکلی باهاش روبرو نشده بودم. ولی اگه تو سیگارهایی که من میکشیدم برلی بوده باشه، قطعا این روی برلی نبوده. خیلی فرقشه، مثلا توتون سیگار رو بریزین تو بکشید، هزار سال از این خبرها توش نیست، قطعا نیست. تقریبا رسیدیم به ته کاسه، یک کوچولو مونده به تهش. بوی عطری که میگم قشنگ بوی عطر مردون است که ترکیبی از همون بوی آجیل، خیلی خیلی کم شیرین بیان و یه ذرم که آره دیگه اون شیرینیه، شیرینی دامارکی توش هست بود توی این عطره، ولی یه حالتی داره بیشتر دیگه شبیه عطرهای مردونه میشه که خیلی بوشون باحاله، بوی عطرهای تابستونی اینطوری ها. خیلی بوش جذاب شد، یعنی هرچی رفت پایین تر بوش جذاب شد، به خصوص با دود کم. پوک بزرگ میزنی اونجوری جذابیت فلان نداره، عادی تیزه، ولی با دود کم اصلا یه چیز جذابی بود. خیلی خوش آمد از دود کمش. الان شعله رو زیاد کردم، واقعا جذاب نیست اونقدر دود زیادش، ولی دود کمش واقعا عالیه. اصلا خیلی اختلاف داره دود غلیظ و دود رقیقش. یعنی اگه بخوام نمره بدم از 10 به دود غلیظش 3 میدم مثل بقیه توتونا، ولی به دود رقیقش 9 یا 10 میدم. تازه اگرم 9 بدم به بابت اینه که احتیاط کنم، شاید یه توتونی بود بهش 10 میدادم اینجوری. یعنی اگه این فکر رو عاقبت اندیشی نداشته باشه میشه بهش 10 داد یه ذر به دوده کمش. خیلی جالبه. بعد میبینی بوی چیزی هم نیست، مثلا بوی پرتقال بده اون حس چیز رو نمیده. جالبه ها، ولی حس بوی طبیعی که از توتون میگیری رو بهت نمیده. این دقیقا حس بوی طبیعی میده که داری از توتون میگیری و جالبه. با اینکه حالا نوشته کیسینگ داره، یعنی کاکائو، نمیدونم همین شیرین بیان، شکلات، ولی اصلا اونجوری حس نمی کنی که چیزی بهش اضافه شده. و رسیدیم به پایان این داستان. خیلی جالب بود، خیلی جالب بود که هرچی میرفت پایین تر جذابتر میشد و جالبتر میشد. خونده بودم که همون کیفیتی که از اول داره همون تا آخر پیش میره، ولی اینجوری نبود. کیفیت آخرش برعکس معمول اکثر توتونا، کیفیت آخرش خیلی جذابتر بود تا اولش. حداقل برای من اینجوری بود، خیلی بیشتر دوستش داشتم. روزگار و دود پیپاتون به کامتون باشه. مراقب خودتون باشید تا ویدیوی بعد. خداحافظ.